در این درس چگونگی صداگذاری ارائه آموزش داده می شود. برای اضافه کردن فیلم یا صدا به ارائه از زبانه اینسرت در بخش مدیا استفاده می کنیم. لیست دکمه آودیو دو گزینه دارد. اگر گزینه رکورد آودیو را انتخاب کنیم می توانیم صدایی را ضبط کرده بر روی اسلاید جاری قرار دهیم. این روش برای درج توضیحات صوتی سخنران پرکاربرد است. در کادر محاوره رکورد ساوند با کلیک روی دکمه رکورد عمل ضبط صدا آغاز می شود و ثانیه های نمایش داده شده در گزینه Total Sound Length زمان سپری شده را نمایش می دهد. بعد از اتمام ضبط روی دکمه استاپ کلیک می کنیم. می توانیم با کلیک روی دکمه پلی صدای ضبط شده را بشنویم. اگر روی دکمه اوکی کلیک کنیم روی اسلاید یک دکمه عملیاتی به همراه یک نوار پخش ظاهر می شود که امکان پخش صدا از ابتدا، جلو و عقب بردن صدای ضبط شده و یا تغییر درجه صدا را فراهم می کند. با انتخاب دکمه عملیاتی و فشردن دکمه دیلیت از صفحه کلید صدای درج شده حذف خواهد شد. گزینه Audio on my PC امکان فراخوانی پرونده صوتی آماده روی حافظه جانبی را در اختیار قرار می دهد. مسیری را که پرونده صوتی در آن ذخیره شده است به کمک کادر محاوره Insert Audio انتخاب کرده. دکمه Insert را کلیک می کنیم. بعد از درج صدا زبانه موسوم به پلی بک ظاهر می شود که امکان تنظیمات بیشتری را در اختیار قرار می دهد. در بخش Audio Options به کمک دکمه ولوم حجم صدای خروجی را در یکی از سه حالتهای آهسته، متوسط و بلند تنظیم می کنیم و یا با انتخاب گزینه میوت صدای خروجی را قطع می کنیم. در کادر مقابل استارت روش شروع پخش صدای درج شده را تنظیم می کنیم. اگر گزینه آن کلیک فعال باشد، برای پخش صدا هنگام نمایش باید روی دکمه عملیاتی صدا کلیک کنیم. اما اگر گزینه اوتوماتیکالی فعال باشد، هنگام نمایش اسلاید صدا به طور خودکار پخش می شود. اگر گزینه پلی اکراس اسلایدز غیر فعال باشد، صدای درج شده فقط به اسلاید جاری اختصاص می یابد. با فعال بودن این گزینه پخش صدا با رفتن به اسلاید بعد قطع نمی شود و به صورت صدای زمینه ارائه باقی می ماند. اگر کادر علامت Rewind After Playing فعال باشد، در صورتی که صدای پخش شده قبل از اتمام ارائه تمام شود مجدداً از ابتدا پخش خواهد شد. اگر گزینه Hide During Show فعال باشد، دکمه عملیاتی پخش صدا که شبیه بلندگو است در نمای اسلاید شو پنهان می شود. با فعال کردن گزینه Loop Until Stopped تا وقتی که صدای در حال پخش به وسیله کاربر قطع نشده مجدداً پخش خواهد شد. در بخش Audio Styles سبک های آماده ای را به صدای درج شده اعمال می کنیم. با کلیک روی نو استایلز برخی از تنظیمات آودیو آپشنز غیر فعال می شود و با کلیک روی سبک پلی این بکگراند سبک پخش در پس زمینه انتخاب می شود و به فعال شدن گزینه های مربوط به این سبک در بخش آودیو آپشنز منجر می شود. تنظیمات پخش بر روی صدای درج شده در پنل انیمیشنز نیز قابل دستیابی است. اگر مفهوم متحرک سازی را برای صدای درج شده پخش صدا بدانیم، آموزش هایی که در بخش متحرک سازی داشتیم برای صدای درج شده نیز قابل اعمال است. منوی کناری جلوه صدا را باز کرده گزینه افکت آپشنز را انتخاب می کنیم. در بخش استارت پلیینگ شروع پخش صدا را تنظیم می کنیم. From beginning به معنی شروع پخش از اولین اسلاید و From last position به معنی شروع پخش از آخرین موقعیت است. در مقابل کادر From time ثانیه از صدای ضبط شده یا پرونده صوتی را برای شروع پخش تعیین می کنیم، مثلا ثانیه 22.
در بخش استاپ پلینگ زمان اتمام پخش صدا را تعیین می‌کنیم. آن کلیک یعنی به محض کلیک ماوس صدا قطع شود. با انتخاب گزینه After Current Slide با عبور اسلاید جاری صدا قطع خواهد شد. در کادر مقابل After عددی را تعیین می‌کنیم که معرف تعداد اسلاید هاست. اگر در این کادر عدد 3 را وارد کنیم یعنی بعد از عبور 3 اسلاید پخش صدا قطع می شود. مواقعی که پخش صدا در سبک Play in Background قرار دارد این عدد 999 است، یعنی بزرگترین عددی که می توان در این کادر تعیین کرد. موسیقی متنی برای تصاویر کودکان در نظر گرفته شده است. روی اولین اسلاید این موسیقی درج شده است. همانطور که مشاهده می کنید این صدا با سبک Play in Background قالب بندی شده و تنظیمات صدا در کنار بقیه جلوه های متحرک سازی در پنل انیمیشن مشاهده می شود. این ارائه را در نمای اسلاید شو مشاهده می کنیم.